کسی که طرفدار تغییر نظامم صحبت میکنم، گفتن این فکر نمیکنم لزومی هم داشته باشه، معهازا کمک میکنه به ادامه بحث من. من از قبل از موقعی که آقای خمینی سر کار بیان با اون اسلامگرایی سیاسی آقای خمینی مخالف بودم و حزب من مخالف بود. اطلاعیه های ما قبل از بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی در این مخالفت روشنه و تا الان هم تغییر موضع ندادم. از این لحاظ خب خیلی زمان اومده، خیلی چیزا گذشته، گفتمان ها عوض شده، بیان من عوض شده، من مثل بیان خیلی های دیگه، منتها در این نکته اساسی که مانع اساسی پیشرفت و ترقی و بهروزی همه مردم ایران از هر نوع و ملیت و قوم و جنسیتی که هستن جمهوری اسلامی است، تغییر حاصل نشده. تفاوتی که به نظر من دوره اخیر داره از نظر من این هست: خلق کرد یک مبارزات طولانی داشت. وقتی میگم من اتفاقا الان به نمایندگی، یعنی حرف های من و این یا اون جملاتش خب واضحه، از زبان من در میاد و خودم مسئولیتشو به عهده میگیرم، ولی در این حال من از حزبی و از جنبشی صحبت میکنم، اینطور نیست که فقط از فرد خودم صحبت بکنم. از روز اول میخوام بگم که یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داشت عبارت از این بود: در موقعی که عکس خمینی رو توی ماه میدیدن تو کردستان، سازمان های زنان آزاد بودند. خانم همین، ما دوره گسترش و شکوفایی سازمان های زنان، سازمان های کارگری، سازمان های دانشجویی و محصلی، انجمن های تئاتر، انجمن های شعر داشتیم. اونجا بهشت همه نهادهای دموکراسی خواه ایرانی بود کردستان. خب با اون سابقه من معتقدم و از 3-4 روز بعد از شروع این جنبش عملم کردم به این اعتقادم که ما بایستی در کل از این جنبش دموکراسی خواهی ایران حمایت کنیم. چرا؟ کمترم اسمش رو سبز میگذارم، چون معتقدم که کسانی هستن که میخوان با این کلمه به اون محدودیتی تحمیل بکنن. محاضا حساسیتی هم ندارم، در مواقع ضروری ازش هم صحبت کردم. علتش این هست: شما فقط از زاویه من، از زاویه کل دموکراسی خواهی در ایران که به نظر من اتفاقا دوستان کنگره ملیت‌ها باید بیش از دیگران به مسئله دموکراسی اهمیت بدن و نه کمتر، برای اینکه بدون دموکراسی ممکن نیست. یا ما میخوایم ایران تیک پاره بشه و بره که تو برنامه کسی نیست، و یا در این صورت جز دموکراسی راه دیگری نیست برای اینکه ما هم بتونیم صدای خودمون رو به گوش کسی دیگه برسونیم و احقاق حق بکنیم، یا خواست تقاضای احقاق حق بکنیم حداقل بدون اینکه سرکوب بشیم. من میگم از زاویه دموکراسی خواهی اینطوره، ولی صرفا از زاویه کردی اگر بخوام نگاه بکنم، که همیشه این کار نمیکنم، اما من باب بحث میگم که 31 سال ما تنها بودیم توی ایران، 31 سال تنها با این رژیم جنگیدیم. فرصتی که پیش آمد به دلیل اختلافات داخلی بود، باشه، انقلاب نمیدونم 1978 یا 79 نیکاراگوه از زلزله اتفاق افتاد، مهم نیست از کجا شروع شد، اختلاف تو داخل خودشون بود، مرحبا، چه بهتر از هر کجا شروع شد، ولی آتشی در خرمن این جامعه انداخت و از درونش یک جنبش دموکراسی خواهی سر بلند کرد. اینو نمیشه انکار کرد. 31 سال ما تنها جنگیدیم، مرحبا که امروز تنها نیستیم، چه لطفی داره این انزوای 31 سال ما. بنابراین به این دلیل من میگم بسیار خوب. و حرف دوم من امین است: این جنبش مثل همه جنبش های اجتماعی دیگه و مثل خیلی از تحولات اجتماعی دیگه، سرنوشت یا تعریف و تبیین مقدر و از پیشی اپرویوری نداره که بعدن فقط بیاد به منصه وجود برسه. خود این که این جنبش چی هست، از طریق شرکت کنندگانش، از طریق خواستها و مبارزات این شرکت کنندگانش و تعامل و توازن قوای اینا تعیین میشه. چرا این جنبش بیشتر سکولار شده تا یک سال قبل؟ برای اینکه سکولارا تو شرکت کردن. اگر دست آقای خاتمی ترسو میگذاشتید، تا ابد اون جنبش اینطور میموند، که اصلا اون رو من جزو رهبران جنبش سبز هم نمیدونم.
بنابراین شرکت کنید با خواستهای خودتون، شرکت کنید با اجندای خودتون، سعی کنید فضای حیاتی بزرگی برای دموکراسی خواهی در ایران تأمین بشه از این طریق، و من مطمئنم حقوق خلقهای ایران هم از این راه بهتر تأمین خواهد شد. متشکرم. دوستان من دو تا نقطه رو میخواستم تذکر بدم. من از هر لغت وحدت وحشت دستم، از جمله وحدت الوجود و ایران واحد، ضمن اینکه یک پارچگی ایران رو میخوام. من ایران متحد رو دوست دارم، نه ایران واحد رو. این نقطه بود که خواستم تذکر بدم. بعد ما در مرحله ادغام سرمایه‌داری و جهانی شدن سرمایه‌داری هستیم. مرزا دارن بیرنگ میشن. در مرحله تولد سرمایه‌داری و تولد ملت‌ها نیستیم. درسته؟ اگه اینجوره به تمام انقلاب‌های دنیا نگاه کنید، هیچ کدوم بدون کمک خارجی تحقق نیافته. لنین در قطار پلم شده آلمان به درون روسیه لغزید، لغزانده شد. انقلاب کبیر فرانسه، کتاب زخیمی هست، باد آمریکا بهش درش وزید و جفرسون این در فرانسه بود که انقلاب که شروع شد به دلیل رابطه‌ای که با جریان‌های اونجا داشت رفت به انگلیس. و میدونیم انقلاب ایران هم در گوادلوپ تصمیم گرفتن که محمد رضا شاه از ایران بیرون بره و آقای سایروزونس این رو اعلام کرد. درسته؟ هویزر هم اومده بود برای همین کار. بنابراین و خود خمینی را هم میدونیم بی بی سی بود و اون داستان‌های دیگه که همه توشی. بنابراین من فکر میکنم که این تنزه طلبی هم مثل اون منافع سیاسی رو نادیده گرفتن در سیاست، یکی از به اصطلاح اشتباهات سیاسی. ما با همه وارد معامله میشیم در سیاست، این معامله است. همچنان که ایران یه شرکت سهامیه برای من، یه دقیقه تمامه، ایران برای بنده یه شرکت سهامیه، همه به نسبت نیروی کمی و کیفی که دارن باید درش حضور داشته باشن، و در اون صورته که حضور دارن. ولی وقتی دیگران رو میخوان به بازی بگیرن، اونها بر حسب منافع خودشون حق دارن تو اون بازی وارد نشن، یعنی آلت فعل به قول زنده یا تقی‌زاده قرار نگیرن. من تز دکترایم روی تحولات روستایی در ایران مثال از همدان، و در اونجا سه مقوله ایل و ده و شهر را به عنوان ساختار ایران که از دوره ایلامی تا اصلاحات ارضی باقی مونده بود و اصلاحات ارضی تنها انقلاب ساختاری در تاریخ ایران بوده نوشتن. و اونجا من قوم رو تعریف کردم با اجازه تو. وجود نداره از کجا گرفتم؟ در مقابل ایل